حدود 700 روز از بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران منتقد حکومت ایران گذشته است. بازداشتی که هرگز مراحل رایج قضایی در مورد آن اعمال نشده. همین امروز آیت الله علی محمد دستغیب از مجتهدهای منتقد حکومت به این بازداشت‌ها اعتراض کرده. آقای دستغیب که ساکن شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبری است، اعلام کرد کسانی که موسوی، کروبی و رهنورد را در بازداشت خانگی قرار دادند، مجرم و گناهکار هستند. لابد اشاره او به آیت الله خامنه ای است، چون به تازگی فرماندهی نیروی انتظامی ایران گفته رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت این بازداشت‌ها را بر عهده دارد. غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، به تازگی گفته نیازی به محاکمه قضایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیست، چون به اعتقاد حداد عادل آنها در دادگاه ملت محاکمه شدند. موسوی، کروبی و هوادارانشان به انتخابات سال 88 اعتراض داشتند. تا مدت‌ها آنها با حضور در خیابان به این انتخابات اعتراض کردند. خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله. خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله. از بهمن سال 89 حکومت ایران با بازداشت رهنورد، موسوی و کروبی سعی کرد ارتباط آنها با حامیانشان را قطع کند. محدودیت آنها به حدی است که اجازه ارتباط مستمر با خانواده‌شان را هم ندارند. حتی این هفته که پدر زهرا رهنورد فوت کرد، موسوی و همسرش اجازه حضور در مراسم را نیافتند. اگر نظام به شما ملاطفتی میکنه و مماشاتی میکنه، این را هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید. با اینکه در دو سال اخیر مقام‌های قضایی بارها از مجرم بودن موسوی و کروبی گفتند، اما تاکنون دادگاهی برای محکومیت آنها برگزار نشده است. به نظر می‌رسد دست قوه قضایی برای محکومیت آنها خالی باشد و دارن از مردم ایران انتقام می‌گیرند. اصلا در حالی حداد عادل می‌گوید که برای محاکمه آنها دادگاه لازم نیست، که بر اساس قوانین ایران هیچ متهمی بدون حکم قضایی نباید بیش از 24 ساعت در بازداشت باشد. مقام‌های قضایی این را می‌دانند، اما سخنگوی قوه قضاییه تنها به گفتن این جمله بسنده کرده که بازداشت خانگی موسوی و کروبی همچنان ادامه خواهد داشت. این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی خودشون پافشاری دارن، حتما باید منتظر کیفر خودشون باشن. و آرش سیگارچی، صدای آمریکا.